تصمیم اخیر امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای مربوط به ملل متحد در افغانستان واکنش‌های زیاد را به دنبال داشته است. نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل می‌گوید که اگر امارت اسلامی می‌خواهد به مشروعیت جهانی دست پیدا کند، باید شرایط و پیشنهادات جامعه جهانی را عملی کرده و به زنان اجازه کار و تحصیل را بدهد. نماینده بریتانیا اما تاکید کرده است که برای شرایط به رسمیت شناختن امارت اسلامی باید با مقام‌های حاکم در افغانستان گفتگو صورت گیرد. من فکر می کنم که تشخیص دادن طالبان به عنوان یک حکومت در افغانستان بسیار سخت است. آنها زنان را از جامعه به طور کلی حذف می کنند و این یک اقدام قابل قبول برای به رسمیت شناختن نیست. اما من می دانم که به رسمیت شناختن یک گزینه بسیار مهم برای طالبان است و اخیرا ما نشست را که با فرستادگان ویژه داشتیم، امیدواریم راه را پیدا کنیم تا بتوانیم با طالبان در مورد اقدامات صحبت کنیم که آنان انجام دادند. آنها به سوی به رسمیت شناختن نزدیکتر می شوند. همزمان با این، نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است تلاش های این است تا از طریق گفتگوها مقام های دولت سرپرست افغانستان را متقاعد سازند در مورد تصمیم ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل زنان تجدید نظر کنند. ما در مورد محدودیت‌های کاری زنان صحبت کردیم. همه می‌خواهند که طالبان در مورد این تصمیمشان تجدید نظر کنند. سوال این است که چگونه با آنها کنار بیاییم. بنابراین ما به این تصمیم توافق کردیم که از طریق شورا و از طریق گفتگوها برای حل این موضوع تلاش کنیم. شمار از آگاهان هم به این باورند که عملی شدن شرایط جامعه جهانی در صورت که منافع ملی و اسلامی در آن در نظر باشد، امارت اسلامی را از بحران مشروعیت جهانی بیرون خواهد کرد. منافع ملی افغانستان همیره میگه که درب مکاتب و مدارس بروی دوشیزه های افغانستان باز شود. در اپریل کدام کنفرانسی که ایجاد میشه، قبل از این به امارت اسلامی افغانستان ضرورت است که روی یک مکانیزم ملی در چارچوب منافع ملی افغانستان به کارهای خانگی خود رسیدگی بکنه. صدای ملت و مردم خود را بشنوه. نظام های قوی و مبتکر که از بطن و متن مردم بیرون میشه صدای ملت خود را میشنوه. نماینده بریتانیا در ملل متحد ابراز امیدواری کرده است تا در نشست شورای امنیت ملل متحد که قرار است در پایان ماه اپریل برگزار شود، موضوع به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی اعضای این شورا مورد بحث قرار گرفته و به نتایج دست یابند. امارت اسلامی هم بارها تاکید کرده است که جامعه جهانی باید از فشارها و تحریمها در برابر افغانستان دست بردارد و برای حل مشکلات از راه تعامل و گفتگو با امارت اسلامی به پیش بروند.